صادق وفایی که پیشتر در کتاب بیگانه با ترس به زندگی زمانه و حضور مثمر ثمر خلبان محمود اسکندری پرداخته بود، در این کتاب با عنوان شبح دوست داشتنی 5 گفتگو با خلبانان فانتوم انجام داده و با آنها به روزهای جنگ و مأموریت بازگشته و فداکاری ها و خنده ها و اشک هایشان را مرور کرده است. این کتاب در 7 بخش شامل 4 گفتگو و 2 مؤخره و آلبوم تصاویر میزبان خلبانان محمد عتیقچی، محمد صدیق قادری، محمد رضا صلواتی و جعفر عمادی بوده و گفتگویی به بهانه 40 محمود زرابی تهیه و تنظیم کرده که این گفتگوها و نشستها در ذهن مخاطب نمایی کامل از آنچه ارتش هوانیروز، خلبانها و فانتومهایش در طول دوران جنگ تحمیلی از خود به یادگار گذاشتند ترسیم خواهد کرد. واقعا هم همینطوریه. کتاب بسیار کتاب مهیجیه، هم به لحاظ روایت هم به لحاظ قلم آقای وفایی که خودشون خبرنگارن، خبرنگار با سابقه ای هستن، دست بر قلم دارن. و این کتاب هم همطوری که خودم ورق می زدم صفحه به صفحه پیش می رفتم و واقعا جذابیت در گزارش و در روایت در نوع خودش کتاب قابل تحسین و تأملیه. من صحبت رو کوتاه می کنم. صحبت می کردم با آقای وفایی عزیز. 8 روز بیشتر از جنگ نگذشته بود که یکی از فانتوم های ما در نزدیکی های بغداد جکت می کنه و خلبان این فانتوم اسیر میشه و این اسارت 10 تمام طول میکشه. 10 که با مشقات بسیار زیادی همراه بوده و دوران بسیار بسیار سختی بر این خلبان بزرگوار و پر افتخار ایرانی میگذره که فکر میکنم شنیدنش از زبان جانباز آزاده امیر محمد صدیق قادری شنیدنی تر باشه. تشویقشون بفرمایید، دعوت میکنم تشریف بیارن و صحبتاشون رو بشنم. سلام علیکم. به نام خالق آسمان ها با عرض تبریک ایام ماه مبارک شعبان و ولادت با سعادت آقای امام حسین آقا ابوالفضل علیه السلام امام سجاد، امیدوارم از برکات این ماه همگی بهره مند باشیم. تشکر خالصانه‌ای دارم از برگزار کنندگان این برنامه، خدمت عزیزانی که اینجا هستن عرض میکنم. فرمانده من جناب فریدون صمدی الان اینجا هستن که فکر میکنم الگوی خود من ایشون بودن از روزی که وارد گردانه عملیاتی شدم. از جناب وفایی 2 کلمه بایستی یا 2 جمله گفت، همین بس که این شخص رو با اون قلب بزرگش بار اولی که ملاقات کردم درکش کردم و ایشون تمام قد نسبت به خلبانا محبت و آنچه که خالصانه بود نشون دادن. زحماتشون فقط مگه خدای بزرگ عوضشو به ایشون بده. ببینید عزیزان، در برهه‌ای از زمان ما قرار داشتیم، هر کدوم به یه دلیلی بعد از انقلاب و مشکلاتی که پیش اومده بود ارتش تضعیف شده بود، خب خیلی هم اخراج شده بودن، بیرون رفته بودن، من جمله خود من.
کلاسی که روز اول تشکیل شد به عنوان دانشجوی خلبانی و به آمریکا رفتیم، میتونم بگم بیشتر از 23 نفر بودیم. از این 23 نفر الان 3 نفر هستن، زنده هستن، بقیه در این جنگ شهید شدن. اینجا من دوست ندارم فقط از خودم بگم، دوست دارم از کسایی که شاید ممنونم از کسایی صحبت کنم که روح بزرگشون همیشه با اون شهامت و شجاعت و ایثاری که داشتن در یاد و خاطره ها خواهد بود و بعضی هاشون خیلی کم ازشون اسم برده شده. تمام دوستان من که در اون کلاس های اولیه بودن، بعد گردان های پرواز، بعد دوره کابین جلو که می دیدیم تو بوشهر چند نفر بودیم کابین جلو کابین عقب، متاسفانه بیشتر از 90% الان بین ما نیستن. من یاد همه اونا رو گرامی میدارم، نمیشه دونه دونه اسامی رو گفت، ولی به عنوان یه اسیر آزاده که در پایگاه های عملیاتی اولین درس رزم و انسانیت و جهانمردی و معرفت رو در مکتب های فریدون صمدی من یاد گرفتم و افتخار میکنم. میشه ممکن الان ناراحت بشه از این حرفای من، ولی واقعیت رو بایستی گفت. ایشون یک الگوی واقعی واسه همه ما بودن. امیدوارم سایه‌شون همیشه مستدام باشه. بعد از مدتی که ما در زندان استخبارات عراق بودیم، ما رو به بغداد بردن، زندان ابو غریب. شخصی که من میخوام اول ازش یاد کنم به اسم رضا احمدی که همه میشناسنش. ایشون باور کنید یکی از معلم خلبانای فانتوم، و انگار که این حتی پیچ و مهره های هواپیما رو از هر لحاظ میشناسه و در جنگ هوایی، در جنگ زمینی، در هر اصولی که بگید ایشون سرآمد بود. مخصوصا اینو بگم، بسیار انسان معتقد و با فضیلت. شما یک سالونی مثل اینجا رو، یعنی نصف اینجا رو در نظر بگیرید، 80 تا اسیر رو انداختن اینجا، هر کدوم 2 وجب و 1 انگشت جا داشتن واسه دراز کشیدن، و به طور کتابی در این سالن قرار گرفته بودیم. من یادمه که انقدر تاریک بود هیچ کسی رو نمیدید اون لحظات اول یا ساعت اول. کم کم فهمیدیم که حدود فکر کنم 31 نفر خلبان بودیم، بقیه از افسرهای ارتش، ژاندارمری، نیروی انتظامی مثل علی والی که از افسرهای شهربانی و قهرمان وزن برداری آسیا بودن، ایشون هم اسیر شده بود. به هر حال ما کم کم با همدیگه آشنا شدیم. وقتی که شما در تنگنا هستی، در اون حالات، اینم بگم که من تقریبا فلج مانند بودم در این ایام، به خاطر همینم به جای 2 وجب و 1 انگشت به اندازه 3 وجب به من مثلا لطف کرده بودن، بچه ها جا داده بودن، چون من به شونه نمیتونستم به اصطلاح قرار بگیرم، یا بایستی نشسته میشستم یا همینجوری دراز کشم. آقای رضا احمدی گفت، یعنی توی این تنگناها آدم بیشتر به خدا نزدیک میشه، توی ناراحتی ها، توی گرفتار ها، توی زندان ها. آقای رضا احمدی بلند شد گفتش که یه نماز جماعت برگزار کنیم، یکم صحبت کنیم که روحیه بگیریم.
ایشون گفتن که بایستی خودت امام جماعت باشی. اکثریت به ایشون گفتن خودت واسه. گفت باش. شروع کرد رکعت اول، رکعت دوم قنوتو بخونه. نزدیک شاید بگم 10 دقیقه ایشون سوره های مثل جمعه، منافقین، نمیدونم سوره های نسبتاً طولانی رو ایشون میخوند. دیگه همه خسته شده بودن. بعد دیگه طوری شده بود بچه ها بهش میگفتن رضا خواهشاً سوره های کوچیکه بخون، ما را اینقدر سرپا نگه ندار. با روحیه‌ای که این شخص و جناب داوود سلمان که ایشون هم واقعاً از انسان‌های وارسته 2 سال پیش فوت کردن، از میان ما رفتن. اینا کسایی بودن که اهل سخنرانی و جایی رفتن و حرف زدن نبود. واسه اینه که امثال من که نمیتونه، آقای وفایی وقتی میگه بیای دعوت میکنه لبیک نگه، وقتی اومد اینجا بایستی از اینها یاد بشه، چون من هدفم از صحبت کردن بیشتر معرفی دوستامه. رضا احمدی جزو تابگان های نیروی هوایی، کسی در حد حتی بالاتر از لحاظ پروازی از اسکندری و کسای دیگه بود. ولی خب در همون روزهای اول ایشون ماشو زدن و اسیر شد. دوران بسیار طلایی رو ما با ایشون سپری کردیم تا آخر اسارت. متاسفانه 2-3 ماه بعد از اینکه از اسارت برگشته بودیم، پدر ایشون به رحمت خدا رفتن. ایشون رفتن آباده که برای مراسم ایشون، و سومش در تهران که ما مترصد این بودیم که سوم تو تهران هستش حتما بریم. بین راه تصادف کردن و با اینکه 5 نفر تو ماشین بود، فقط ایشون به رحمت خدا رفت، یعنی شهید شد در واقع. نامزدش، خواهرش هنوز هستن، نامزدش ازدواج نکرده و بیاد اون هستش. خیلی چیزا میتونم راجع به ایشون بگم، ولی همین که یادی ازش بشه کفایت میکنه. نفر بعدی که خیلی دوست دارم راجع بهش صحبت کنم، شاید بگم جنتلمن ترین و یکی از خلبانای برجسته نیروی هوایی و تاج طلایی ایران بود، به اسم نصرت دهخارقانی، که ما ایشون رو چون با درجه سرگردی اسیر شده بود به عنوان میجر صدا میکردیم. هنوزم ما نمیگیم بهش نصرت، تا میبینیم میگیم میجر چطوری. ایشون خب 2 بار اسیر شده بود. یه بار زمان شاه در روسیه اسیر شد، هواپیماشو زده بودن که تو آذربایجان شوروی افتاد و 66 روز فکر میکنم اونجا اسیر بودن. بعدم که انقلاب شد، همون چند روزای اول جنگ، ایشون رو به وسیله 2 تا موشک سام که رهگیری میکنن، اولی رو میتونه قدرت داشته هواپیماش که رو در روی موشک در میاد که میتونه دیفیت کنه، ولی یعنی رد کنه نزندش، ولی دومی دیگه سرعتش کم بوده نزدیک میشه، ایشون نمیتونه، قدرت نداشته هواپیما که بپیچه توی موشک که بتونه اینم رد کنه، و موشک میخوره بهش و ایشون پریدن بیرون و 10 سال با ما بودن. ایشون فرماندهی اسرا رو در اونجا به عهده گرفت، البته تا یه زمانی که تیمسار محمود محمودی، اون موقع ایشون سرهنگدو بود، ایشون اسیر شد، آوردنش بینمون. از اون به بعد به احترام اینکه ایشون سرهنگ بود، جناب محمود محمودی که ایشون هم یکی از اساتید، یکی از واقعا خلبانای برجسته نیروی هوایی هستن، عهده‌دار شدن
و ما همه اعضای خلبان به خصوص از این آقایون تمکین میکردیم و اوامرشون مطاع بود. کارایی هم که اونجا بود فقط در راه حفظ سلامت روحی و جسمی بچه های آزاده، نه فقط خلبان ها، در زندان ها کلیه آزاده ها و در اردوگاه ها که بیشتر از 1000 نفر در هر اردوگاه بود، آقای دهخارقانی مسئولیت بزرگتری رو به عهده گرفته بود و بدون اینکه عراقی ها متوجه بشن مواظبت میکردن از 1000 اسیر که در اونجا به سلامت برگردن. ایشون الان هستن، ولی همه ما خب واقعیت اینه که از زمانی که برگشتیم مورد بیمهری شدید قرار گرفتیم. این به بیمهری به حدی بود که خود من 22 سال پامو توی نیرو هوایی نذاشتم، یک جام واسه حتی بیان خاطرات نرفتم. ولی جناب دهخارقانی میتونم بگم شاید سالی یک بارم جایی حتی دعوتش بکنن نمیره. الانم که ناراحتی داره و در منزل بستری. ایشون جزء تاج طلایی هم بود از خلبانای برجست. خلبانایی رو داشتیم مثل منوچهر محققی، مثل اسکندری، خیلی هستن. من هر کدوم اسم ببرم بایستی کلی راجع بهشون صحبت کنم. اینا هایلایت شدن به واسطه اون شجاعت و معرفت و مردانگی و ایستادگی و ضربه هایی هم که خورده بودن. الله، شما ممکنه بگید چه ضربه هایی؟ خب عرض کردم خود من 3 بار اخراج شدم، دفعه سوم دیگه بر نگشتم به کار. و این آقایون هم مسائل خاص خودشونو داشتن و الحمدلله گذشت زمان تونست ثابت بکنه که اینها چقدر پاک، نجیب و شریف بودن و خود رژیم در واقع از اینها رفع اتهام و با آغوش باز پذیرفت و حتی مثلا های اسکندری حقوقش قطع شده بود و و و به وسیله کاپتان زرابی که روحشون شاد و جناب زمانی از خلبانای بسیار برجسته و خود من که در کانون خلبانان بودیم، دنبال کاریشون رو گرفتیم تا زمانی که حقوقش برقرار شد و لوح حتی تقدیر و مدال هم به ایشون تعلق گرفت. یکی دیگه از کسایی که خیلی دوست دارم اینجا اسمش رو حتما بیارم، محمود زرابیه. ایشون خب خلبان برجسته و کار خودشی کرده بود، جنگش هم کرده بود و هیچ وقت هم کم نیاورد. ولی نکات بسیار برجسته‌ای در مورد ایشون هست، مخصوصا سخنوریشون و طرز بیانشون که اونایی که شنیدن میدونن. البته ایشون به من و خیلی ها یه قولی داده بودن که ما رو ترک نکنن، حتی تو مراسم ما برنامه ما رو ایشون اجرا کنن، ولی متاسفانه 3-4 ماه پیش از دستش دادیم. ایشون یه کار بسیار مهم که کرد، بنیانگذاری کانون خلبانان و سال 84-85 این کانون رو خودش تأسیس کرد، حتی کمکم گرفت از همه بچه ها، ولی اینجا رو مدیریت کرد و تا آخرین لحظه در همه مراسم هایی که بود راجع به خلبانا، راجع به ارتش، ایشون یکی از سخنورا و گردانندگان و مدیر روابط عمومی بسیار بالایی بود. روحشون شاد، یادشون گرامی.
من اینا رو گفتم که برگردم دوباره امثال آقای وفایی. جناب صادق وفایی کار بسیار ارزنده‌ای کردن و چه در مورد حالا نویسندگیشون این کتابایی که به این شکل منتشر کردن، ولی آن چه که من از قلب پاک ایشون و از اون خصوصیات اخلاقی ایشون میدونم اینه که با کارایی که کردن خلبانها رو شناسوندن به اندازه‌ای که در توانشون بود. من به همین جمله کفایت میکنم که خلبانا ممنونن ازش، قدردانش هستن و اجرتون با خدا. عزیزان، یک روز رفته بودم یه جایی، دعوت کرده بودن صحبت کنم، دانشگاه امام حسین حدود 3-4 هزار نفر بودن، 10-20 تام از سردارای سپاه جلو نشسته بودن، 10-20 تام مهممین محترم. من شروع کردم صحبت کردن، واقعیت ها رو گفتم، عرض کردم که چجوری انقلاب شد، چجوری ارتش اولین هدف چپی ها و بودند و اخراج ها، پاکسازی ها، و وقتی که جنگ شروع شد هنوز سپاه داشت اساسنامه‌شو می‌نوشت، هنوز تشکیل نشده بود، بسیجی نبود، ارتش بیشتر از 30% نمیتونست عملیاتی باشه، خلبان ها به همین شکل با مسائل و مصائبی که روبرو بودن علاوه بر پاکسازی ها، کودتای نقاب و و چه بلایی سر این آورده بود. و خلبانا چه اونایی که اخراج شده بودند و چه اونایی که هنوز بودن، کمر همت بستن که جلو این 10-12 لشکر عراق و ده ها تیپ و زرهی و فلان اینا رو بگیرن. من که بیرون بودم، خب دوستایی رو که با من اخراج شده بودن میشناختم، با چند تاشون تماس گرفتم، اونا هم گفتن ما هم تو راهیم داریم میریم. یکی از اونا غفور جدی بود، روح شاد، گفت کجایی؟ گفتم من الان فکر کنم تا 2 ساعت دیگه برسم پایگاه همدان، همون 31 شهری بر. ایشون گفت منم تو راهم دارم میرم بوشهر. بیست و چهار پنج نفر بودیم، برگشتیم 19 نفر شهید شدن، 3 نفر اسیر شدیم، 2 نفرم هستن الحمدلله. در همون دانشگاه وقتی که من این حرف رو زدم که خلبانها ایران رو نجات دادن، این یک واقعیت نوشته شده در تاریخ، هیچ کی هم نمیتونه هیچ کاریش بکنه، به همین صراحت هم من اونجا عنوان کردم. خب آقایون بهشون برخورد، من یه دیدم که بلند شدن همه رئیس رؤسا ترک کنن اونجا رو. من داد زدم گفتم بشینید، هیچ کی حق نداره بری بیرون، شما اجازه ندارید توهین کنید به کسی که دعوت کردید. گفتم شمایی که 4,000 نفر دانشجو پشت سرتون هست، اینا از شما باید حقایق رو بشنون، اگه کلمه ای من گفتم خلاف حقیقت بوده میتونید بگید. شما بگیم مثل همین الان قدرت داشتید، ولی آیا هواپیما داشتید، خلبان داشتید؟ و غیر از خلبانا تو ماهای اول کی جنگید؟ کسی نبود. و بعد از اون دوباره مدت ها من هیچ جا نرفتم، حالا توبیخ هم شدیم، مورد شماتت هم قرار گرفتیم. من
سعی میکنم تا یکی دو دقیقه دیگه حرفامو تموم کنم. روزی که منو بازجویی میکردن با برانکادر منو بردن تو دفتر رئیس استخبارات عراق، سالن بسیار بزرگی، شاید از اینجا سالن بزرگتر، یه میزونتر، یه جنرال موفرفری نشسته بود که ما از قبل هم میدونستیم که ایشون برزان ابراهیم تکریتیه. ما رو فکر کنید اینجا نشوندن، دو تا اسیر اون ته بودن که من اینا رو نگاه کردم فهمیدم یا اسیرن یا زندانی های خودشون، اصلا به هر حال زندانی بودن. اینا میخواستن سرشون رو بیارن بالا، میزدن تو سرشون. برای ما گذاشتن زمین و بلندمون کردن روی یه صندلی نشوندن و مرتبمون کردن. دیدم رادیو تلویزیون همه چیزشون هست. یه متنی دادن به ما، گفتن که بخون. من همینجوری نگاه کردم، میگم متن از بالا بایستی فوش بدم تا پایین. من خندیدم، گفتم چرا میخندی؟ گفتم شما دارید با یه مرده صحبت میکنید، من برای کشورم، مردمم، نظامم و خونه آدم به خصوص مردم. خب اینا میدونستن که من سه بار اخراج شدم. گفتن تو سه بار اخراج شدی، دیگه نبایستی اینجوری مثلا مقاومت کنی. اینا عکس زن و بچت ما میدیم بهت، میبریمت خارج فلان. من خیلی خلاصه میگم، من فقط در سه دفعه اینا تکرار کردم، چون من میدونستم که خلبانا وقتی که جنگ شروع شده بود توی همون پستای فرماندهی چه اشکا میریختن، چه برنامه هایی داشتن، چه عجله ای داشتن واسه اینکه سوار هواپیما بشن برن جلوی این عراقی ها رو بگیرن، بدون هیچ درخواستی، بدون فکر به زن و بچه، خانواده، مایملکشون و و و. گفتم من فقط میتونم اینو بهتون بگم، یک افسر خلبان هستم که برای دوستام، همقطارام بسیار ارزش قائلم و شرف اونا هستم. هیچی هم ندارم غیر از این بهتون بگم، هر کاری هم دوست دارید بکنید. خب حالا اینا دست من شکوندن دفعه اول، که من دست دومم آوردم بالا تازه عمل کرده بودن. گفتم اینم دوباره بشکنید، بازم همون حرف رو تکرار کردم. اون دو نفرم هی سرشونو می آوردن بالا، من می دیدم می زدن تو سرشون. بعد دیدم برزان ابراهیم تکریتی اومد، اون شخصی که یه دو متری یه غولی بود با چشمای قرمز که دست من رو یه میله توش بود اینجوری کرده بود، شکسته بود، که من آخ خدا شاید آخم نگفتم، ولی برگشتم گفتم این یکی رو هم بهش کنید، ولی من حرفم همینه، غیر از اینم هیچی به شما ندارم بگم. اومد جلو برزان ابراهیم تکریتی، به اون توهین کرد که چرا دستش شکستی. بعد اومد پیشونی منو ماچ کرد. خدا رو شاهد میگیرم، شاهدم دارم، نویسنده کتابم هست، راستی آزمایی هم شده، آقای ابوترابی هم چندین جا این عنوان کردن، و من اینو افتخار خودم نمیدونم، افتخاری برای اول خلبانای کشورم، بعد نظامی ها، بعد مردم کشورم، در نهایت واسه سربلندی خودم و خانوادم. ولی برزان ابراهیم تکریتی اومد پیشونیم و ماچ کرد، گفت آرزو میکردم که یک افسر ما در ایران مثل تو مقاوم باشه. من به تو قول شرف میدم تا زمانی که رئیس استخبارات هستم دیگه اجازه ندم از تو بازجویی بشه. و توی اون پرونده من یه چیزی نوشت. دوستایی که با من بودن مثل جناب علی مرادی عزیز میدونن تا آخر اسارت خیلی ها رو بردن دوباره واسه بازجویی. تنها کسی بودم که دیگه هیچ وقت نرفتم بازجویی. از همونجا منو برگردوندن با برانکا توی سلول انداختن، دیدم همون دو نفرم آوردن اونجا. اینا تا اومدن شروع کردن تو سردار اسلامی، تو فلانی.
من خندیدم، گفتم که شما هم جاسوس عراقی هستید. گفتن یعنی چی فلان؟ گفتن اینجا پر میکروفونه، شما اونا نتونستن از من چیزی بکشن، شما رو فرستادن، من شما رو نمیشناسم. بعد از یه نیم ساعتی کلانجا رفتن، ایشون برگشت گفت اسم من سید علی اکبر ابو ترابی فرد، پدر من نماینده مجلس، من تو گروه چمران بودم فلان از این حرف. بازم بهش گفتم ولی فعلا من توی اینجا نه اسم شما رو شنیدم، نمیدونم واقعا ایرانی هستی یا نیستی، برای من بازم همون ستون پنجی، حق حرف زدن نداری با من. که بعد از یکی دو ساعت اومدن اینا رو بردن، که دو سال بعد تو اردوگاه ها من اینا رو دیدم و از اون به بعد این شخص رو شناختم، فهمیدم ابو ترابی کیه. روح شاد یک فرشته‌ای بود که در اسارت به یاری اسرا اومد و موقع برگشتنم تا زمانی که شهید نشده بود، آن چه که از دستش بر اومد واسه اسرا کرد. من بازم برمیگردم به امثال آقای وفایی. آقای وفایی، خلبان ها خیلی مظلوم واقع شدن، چون اجازه ندادن هر جایی صحبت بشه ازشون. سالهای سال خود من اگه جایم میرفتم سعی میکردم حرف بزنم، بازتابی نداشت. دوستانم اگه جایی میرفتن بازتابی نداشت. نیرومونم شاید بودجه نداشت، من میگم، یا سیاستی بود که کارهای خلبان ها دیده نشه. ولی امثال شماها زنده کردید خلبان ها رو. ما یه خلبان داریم، ایشون اسمش هم الان بگم، همین که لایف میذاره، آقای حمزه ای. آقای حمزه ای 5 سال پیش شروع کردن یه لایفی رو گذاشتن. خب خیلی مخالفت ها با ایشون شد، خیلی تهدید ها شد. من فکر میکنم ایشون بسیار از خودگذشتگی کرد و خلبانا رو زنده کرد و خیلی خدمت کرد به خلبانا. حالا هر کسی یه دیدگاهی داره، هر جام تونستم ازش دفاع کردم. من آرزو میکنم امثال آقای وفایی، دوستان عزیزشون، استاد بزرگوار، همیشه در پناه خدا، صحیح و سالم و همیشه موفق باشید. به خدای بزرگ میسپارمتون.